به نام خداوند بی همتا، دوستان عزیز، بینندگان ارجمند، درود بر شما و روز خوش. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و این فرصت رو داشته باشید که تا پایان این برنامه با من بابک کمالی، مدرس آزمون یوس و همکارانم همراه باشید. تا لحظات دیگه با ادامه بحث آموزشی ریاضیات آزمون یوس در خدمتتون هستم. خب با یک تمرین دیگه از همون مباحث قبلی در خدمتتون هستیم با ادامه بحث تابع. و باز هم تابع درجه اول. شما می‌بینید اینور من داخل پرانتز یه عبارت درجه اول دارم. خب در مورد پی ایکس فعلا اطلاعاتی ندارم، ولی اینور درجه دومه. پس پی ایکس هم درجه اوله که ضرب یه درجه اول در یک درجه اول به ما درجه دوم داده. گفتیم در این مواقع در واقع x به علاوه 2 یه عاملی در واقع طرف دوم چی بوده؟ x به علاوه 2 در یه عبارت درجه اولی بوده که به این پی x و این درجه دومه به ما داده. پس x به علاوه 2 یه عامل طرف دومه. پس ریشه x به علاوه 2 طرف دوم رو صفر میکنه. ریشه x به علاوه 2 چیه؟ منفی 2. من منفی 2 رو اینجا میذارم، میشه 4 به علاوه 4 کا مساوی 0. پس کا برابر میشه با چی؟ منفی 1. کا منفی 1 هستش. حالا کای منفی 1 رو قرار میدم توی عبارت، اینجا یه مرحله بیشتر داره محاسبات رو جلو میبره. در x در پی x مساویه با کای منفی 1 رو قرار بدم، میبینید که شد x2 به علاوه 2x. خب میتونم از یه x فاکتور بگیرم. x به علاوه 2 رو گفتیم هر دو طرف عامل x به علاوه 2 دارن، از طرف این ساده کردیم. پس پی x چیه؟ x. حالا ضابطه پی x مشخص شده، هر چی رو بخوای میتونی به دست بیاری. چی خواسته؟ پی 3 رو خواسته. پی 3 میشه 3. هر چیز دیگری هم خواسته بود قابل محاسبه بود. مجموع ضرایب واضحه. مجموع ضرایب شما میخوای بگی 6 منهای 2 به علاوه 1 میشه 5. ولی اینو باید یاد بگیری که چجوری میشه مجموع ضرایب، با چه مفهومی به دست میاد. مجموع ضرایب در واقع چی هستش؟ در واقع پی 1 هستش. یعنی به ازای x مساوی 1 شما داری چیکار میکنی؟ مجموع ضرایب رو محاسبه میکنی، قادر هستی که محاسبه بکنی و به دستش میاری. پس پی 1 رو ما داریم محاسبه میکنیم. خب اینجا چی هستش؟ اینجا پی x به علاوه 1 چی میخواد؟ sum of coefficient of پی x، یعنی مجموع ضرایب پی x رو میخواد. خب گفتیم مجموع ضرایب پی x، مجموع ضرایب پی x هستش چی؟ پی 1. پس من باید برم از این عبارت پی 1 رو به دست بیارم. پی 1 چجوری به دست میاد؟ جای x میذارم 0، میشه پی 1. خب پس این میشه 0، این از بین میره 0، به ما میده 4. پس باید مفهومش رو هم بدونم، اینکه فقط ضرایب رو بخوام جمع کنم نیست. خب اینجا چی گفته؟ گفته مجموع ضرایب 10 آر رو به دست بیارید. خب مجموع ضرایب چی بود؟ آ منفی 6 به علاوه 1 این شده چی؟ 10. منفی 5 اینجا به ما میده، میبریم اونور، آ میشه 15. هم که بسیار ساده است. خب حالا پی x منهای 1 رو به شما داده، مجموع ضرایب پی x به علاوه 1 رو خواسته. پی x به علاوه 1 چجوری به دست میاد؟ به ازای x مساوی 1 گفتیم به دست میاریم. خب من الان اینجا توی پی x به علاوه 1 میخوام مجموع ضرایب به دست بیارم، جای xاش میذارم 1، میشه مجموع ضرایبش. وقتی من اینجا جای xاش بذارم 1، پی x به علاوه 1 میشه پی 2. پس من اینجا باید بیام پی 2 رو حساب بکنم. پی 2 اینجا چجوری برای من به دست میاد؟ من جای x باید بذارم 3، پس طرف دوم هم میذارم 3، میشه چی؟ میشه 27. 3 به توان 3 27. 3 دوتا 6 تا به علاوه 1 که میشه چی؟ 32.
4 واحد. پس باید مفهومش رو هم دقیق بدونیم. جمله ثابت مستقل از x، constant term، همون عددی که آخر قرار میگیره. این الان جمله ثابته، منفی 2ه. در واقع چجوری به دست میاد؟ وقتی من جای x میذارم 0، پی 0 به دست میاد که این هستش چی؟ جمله ثابت. هر جا تو هر مسئله یک کدوم از اینا برای ما کاربرد داره. خود تاور رو به ما بدن، خب ما عدد ثابت رو برمیداریم اعلام میکنیم، فقط کافی بگیم اینه. ولی باید این دوتا رو هم بلد باشیم، x مساوی 0، پی 0 که هر جا دیدیم، تو اون پی 1 ها دیدیم هر جا یکیش به کارمون میومد. اینجا الان پی x منهای 2 رو به ما داده، ولی چی؟ کانستنت ترم پی x رو خواسته. کانستنت ترم پی x از پی 0 به دست میاد. من پی 0 رو اینجا چجوری به دست بیارم؟ کافیه جای x 2 بذارم، پس طرف دومم 2 میذارم، میشه 4، 6، 10 و 1، 11. درست شد؟ یه بار دیگه، مقدار ثابت پی x چجوری به دست میاد؟ با قرار دادن 0 جای x، پس میشه پی 0. میرم تو این عبارت پی 0 رو حساب بکنم. پی 0 چجوری به دست میاد؟ باید اینجا بذارم 2. 2 به توان 2 4، 3 2 تا 6 تا 10، با 1 11. این یکی چی؟ این جمله ثابت پی x به علاوه 1 رو خواسته. خب من پی x به علاوه 1 رو دارم، جای x هاش بذارم 0، جمله ثابت پی x به علاوه 1 به دست میاد که هست پی 1. پس اینجا باید دارم پی 1 رو حساب بکنم، جای x میذارم منفی 2، منفی 2 اینجا بذارم میشه چی؟ میشه پی 1. پس این ورم منفی 2 میذارم، میشه چی؟ منفی 6. منفی 4 برابر منفی 10. مطلب ساده است، ولی باید یه مقدار کمی به مفاهیمش دقت داشته باشید. پس از مقدار ثابت و مجموع ضرایب با مفاهیمش آشنا شدیم. حالا تقسیم عبارت های جبری. خب تقسیم عبارت های جبری تو این قسمت با فرم کلی تقسیم آشنا میشیم. البته آشنا هستید، من یادآوری میکنم، ولی قرار نیست ما سر جلسه آزمونیوس این کار رو انجام بدیم. تا جایی که ممکنه از این کار اجتناب میکنیم، ولی خب باید بلد باشیم، بعضی جاها دیگه اجتناب ناپذیر میشه، این نکته خاصی براش نداریم. خب ما چیکار میکردیم؟ ما میگفتیم یه بغل تقسیم داریم توی تقسیم چند جمله بر چند جمله. بغل تقسیم چیکار میکرد؟ ما اولین جمله ها رو به اولین جمله ها که تقسیم میکردیم این بغل مینوشتیم. الان من دارم x5 به x2 اولین جمله مقسوم به اولین جمله مقسوم الی به من میده x3. این x3 میشه اولین جمله خارج قسمت. حالا با این اولین جمله خارج قسمت چیکار میکنم؟ مثل تقسیم اعداد، مگه ضرب نمیکردم میومدم اینجا کم میکردم؟ منتها چون کم کردن تو عبارت های جبری یه مقدار ناملموسه برای ما، ما وقتی ضرب میکنیم علامت رو همونجا قرینه میکنیم که همین مفهوم کم کردن در اعداد برای ما ایجاد بشه. پس مفهوم متفاوتی نیست، با همون کاری که با اعداد انجام میدادیم و داریم انجام میدیم. الان میگم x3 در x2 میشه x5، مینویسم منفی x5، این در این منفی 2x3، مینویسم به علاوه 2x3. دو تا جمله اول با همین یه دونه ساده شد، بقیه جملات رو میارم پایین. دوباره اولی به اولی، یه نوشتن هم حتی نداره دیگه، x2 به x2 میشه به علاوه 1. ضرب میکنم 1 در x2، اینا خودشون میشن دیگه، متقاعدم قرینه کن. x2 مینویسم منفی x2، منفی 2 مینویسم 2، که اینا هم با هم ساده میشن، باقی مانده میشه 0. خارج قسمت هم اینه، الان به یه x رو که از ما خواسته x3 به علاوه 1 جواب مثلا. اما ما میخوایم این کارها رو انجام ندیم. چی کار میکنیم؟ اول تخته رو پاک میکنیم. خب ما میایم ببینید فرم کلی یه دونه تقسیم، ما معمولا یه پی x داریم، میایم به یک مقسوم الهی، حالا فرض کنید x منهای a باشه، این مقسومه به یه x، باقی مانده هم کای x. ما یه چیزی یاد گرفتیم در دوران ابتدایی به نام امتحان تقسیم.
همون امتحان تقسیم توی دبیرستان میاد اسمش میشه چی؟ فرم کلی تقسیم، معادله بنیادی تقسیم، هر چیزی تو کتابای مختلف اسمشو میذارن. چی بود؟ میگفتیم مقسوم هستش خارج قسمت ضرب در مقسوم الی به علاوه باقی مانده. این از فرم کلی تقسیم. حالا ما وقتی میخوایم چیکار بکنیم؟ الان اینجا من میخوام هم باقی مانده به دست بیارم هم خارج قسمت. من میام چیکار میکنم؟ من میام شروع میکنم طرف اول رو تجزیه کردن. میگم از این دوتا از x فاکتور میگیرم، من یه کوچولو دقت بکنم میشه x2 منهای 2، دومی که خودش x2 منهای 2 هست. حالا از x2 منهای 2 فاکتور میگیرم، از اولین جمله قبل به علاوه میمونه x3، از دومین جمله هم گفتیم کلش رو وقتی نوشتیم ضریبش 1 رو مینویسیم. خب این واضحه دیگه. الان اگر x3 x2 منهای 2 بهش تقسیم بشه این با این ساده میشه، چون ساده میشه کامل x3 به علاوه 1 به دست میاد، این خارج قسمته، باقی مانده هم برابر چی هستش؟ 0 هستش. در مورد محاسبه باقی مانده با هم صحبت میکنیم بازم. خب همین مسئله که در موردش صحبت کردیم، حالا اگه خواستی باقی ماندهش هم به دست بیاری چیکار میکنی؟ میای مقسوم الی مساوی 0 قرار میدی، x2 رو به دست میاری. از این روش خیلی جلوتر استفاده خواهیم کرد، نگرانش نباشید. این در واقع یک زاویه ورود هستش به مبحث. خب میام این طرف رو بر حسب x2 مرتب میکنم. الان x5 رو چی مینویسم؟ x5 رو مینویسم x در x2 به توان 2، دومی رو مینویسم منفی 2x در x2، بعدی که خودش x2 هست یه منفی 2 هم اونجا داریم. بعد میام این x2 مساوی 2 رو اینجا جایگذاری میکنم، این میشه 2 به توان 2 میشه 4x، اینجا 2 دارم منفی 4x، اینجا 2 میذارم 2 منهای 2 که این با این 2 این دوتا هم با هم، پس این کای x مساوی شد با چی؟ 0. پس اگه خود کای x رو خواستم به دست بیارم این روشمه. روش کلیش که تقسیم چند جمله بر چند جمله بود گفتم، ولی گفتم ازش اجتناب میکنیم تا اونجایی که مجبور باشیم. سعی میکنیم از سایر نکاتی که تو این مبحث یاد میگیریم در مبحث بخش پذیری ازش استفاده بکنیم. اگر مجبور شدیم میریم سراغ اون تقسیمه که طولانی بود. بعد چی بود؟ در مورد خارج قسمت از تجزیه هم میتونستیم با کمی دقت استفاده بکنیم. خب بریم مباحث رو بیشتر باهاشون روبرو بشیم. خب الان این باز x2 به علاوه 1 و من بهترین راه هم این هستش که اینو تجزیه بکنم. برای اینکه به x2 به علاوه 1 برسم چه کارهایی میتونم انجام بدم؟ اول همه این 2x2 رو میشکنم، مینویسم x2 به علاوه x2، یه x2ش رو میدم به این x4، یه x2ش هم میدم به این 1. پس چی میشه؟ این دوتای اول رو از یه x2ش فاکتور میگیرم که میشه x2 به علاوه 1. خب یه x2 به علاوه 1 هم که اون تا دارم نسخه‌ای میکنم. خب یه دونه چی دارم؟ یه دونه x3 دارم، یه دونه x. پس چی شد؟ یه دونه x2 دادم به این اولی، از x2شون فاکتور گرفتم، این شد. یه دونه x2 دادم به این آخری که این خودش x2 به علاوه 1 شد. اینجا هم دوتا جمله مونده، از یه xش فاکتور میگیرم میشه x2 به علاوه 1. حالا میتونم کاملا واضحه دیگه، x2 به علاوه 1 همهشون دارم، پس باقی مانده 0. یعنی وقتی همه جملاتم x2 به علاوه 1 داره، یعنی بر x2 به علاوه 1 بخش پذیر دیگه. حالا نه، اینجا درک نمیکنی، یه مرحله میریم جلوتر، مشکلی نداره. از x2 به علاوه 1 فاکتور میگیرم، این مرز این مرز، از اولی چی میمونه؟ x2، از دومی میمونه x، از سومی هم که همشو نوشتیم 1. خب این به x2 به علاوه 1 بخش پذیره دیگه، این با این میتونه بره. پس این چیه؟ به x مون هست x2 به علاوه x به علاوه 1. باقی مانده هم که گفتیم، چون عامل x2 به علاوه 1 داشت و بخش پذیر بود، باقی مونده میشه 0. خب این یکی چی؟ این یکی هم همونه، x3 منهای 1. ما میایم چیکار میکنیم؟ سعی میکنیم طرف اول رو تجزیه بکنیم.
یه دونه این دوتا رو با هم میگیریم که هست از x دوش فاکتور بگیرم به من یه x سه منهای یک میده. خب اینجا یه به علاوه یک منهای یک اضافه میکنم، به منهای یک رو میدم به x سه. خب پس یه x سه منهای یک هم برام اومد، پس یه منهای x به علاوه یک این تا اضافه میاد. خب از این دوتا من میتونم x سه منهای یک رو فاکتور بگیرم. آقا چی شد اون x3 که نداره، x منهای 1 نداره، چی میشه؟ اونو فعلا نگه دار بگم بهت. x2 به علاوه 1 اونم چی شد؟ به علاوه منهای x به علاوه 1. این ور رو جدا تقسیم کن، در واقع انگار تفکیک کردیم، این ور هم جدا تقسیم کن. این که x منهای 1 ساده میشه، این خارج قسمتته، این به x، این چیه؟ این باقی مانده است. الان به x هست x2 به علاوه 1 و حالا کایه x رو نخواسته ازت، ولی اگر خواسته بود منهای x به علاوه 1 کایه x، یعنی اون تیکه‌ای که دیگه به مقسوم الیه قابل قسمت نیست و باقی میمونه، دیگه کلمه دیگه هم نمیتونیم براش بگیم، باقی میمونه توی صورت، اون باقی مانده مونه. اینجا که ساده شد و جواب به دست اومد، این خارج قسمتمونه. خب این باقی مانده رو خواسته، دیگه با خارج قسمت کاری نداره. این همون حالتی که خدمتتون گفتم، میای مقسوم الیه مساوی صفر قرار میدی، x2 میشه 3، لازم نیست حتما بری x رو به دست بیاری، از جایگذاری ریشه مقسوم الیه در مقسوم باقی مانده به دست میاد. پس الان کایه x چیه؟ کایه x هستش، من هر جا x2 میبینم جاش میذارم 3. این یه دونه x2 داره میشه 3x، این خودش x2 میشه منفی 15، اینم که دیگه x2 نداره، به علاوه 4x به علاوه 7، 3x و 4x میشه 7x، منفی 15 به علاوه 7 میشه منفی 8 واحد. این الان باقی مانده ای ماست، x2 منهای x منهای 1. ببینید الان خیلی جا شاد منظور این باشه که شما اینو بیای به این تقسیم بکنی و هنوزم به این درس نرسیدیم کامل، ولی این روش بهترین روش برای به دست آوردن خارج قسمت. اینجا دوباره شما میای اینو مساوی صفر قرار میدی و x2 رو میگیری x به علاوه 1، این رو میای اینجا قرار میدی، هر جا x2 دیدی جاش میذاری x2 به علاوه 1. پس کای x ما چیه؟ جاش اولی میذاریم 2x، یه x2 داره دیگه، 2x در x2، x2 رو میذارم x به علاوه 1، این x2 میذارم x به علاوه 1، یه دونه x هم خودش تا داره x. چی شد الان اینجا؟ چی میشه؟ میشه 2x2، اینجا میشه 2x2 به علاوه 2x، دوباره این 2x2 رو جاش میذارم x به علاوه 1. پس اینجا چی دارم؟ دو تا x به علاوه 1 میشه 2x به علاوه 2. قبلش چند تا x داشتم؟ 2x و 2x 4x به علاوه 4x به علاوه 1. پس در مجموع kx ما شد 6x به علاوه 3. امیدوارم از این مباحث هم نهایت استفاده رو برده باشید. از شما دعوت میکنم که تا جلسه بعدی خوب روی این مباحث کار بکنید. ما تعداد تمرین های کمی حل میکنیم، شما باید به وفور از این تمرین ها در منزل حل بکنید تا بهشون مسلط بشید. ازتون تقاضا میکنم در جلسات بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم.